امسال تابستون من و پسرک یک سفری داشتیم به دیزنی لند و دیزنی ادونچر در کالیفرنیا که با دیزنی ورلدی که توی فلوریدا است فرق میکنه. سفر جذابی بود. یه روز کامل توی ادونچر گذروندیم، یه روز کامل هم تو دیزنی لند با میکی ماوس و تمام سوپر هیروها و تمام کاراکترهای کارتونا و انیمیشنهای دیزنی مشغول بودیم. چیزی که بر من خیلی جالب بود رایدا و بازیایی بود که درست کرده بودن، نحوه اینترتینمنت و تفریحاتی که ایجاد کرده بودن که واقعا وقتی میری اون تو احساس میکنی از جهان بیرون کاملا قطعی و واقعا یادت نمیاد که بیرون از اون دنیا یه دنیای واقعی هست که دیگه تو افسانه ها وجود نداره. امیدوارم از این ویدیو کوتاه لذت ببری. جای شما خالی امسال تابستون من و پسرک با هم رفتیم دیزنی لند. دیزنی یه دیزنی ورلد داره که اونی که تو امریکاست توی فلوریداست. این دیزنی لنده. دیزنی لند هم دو قسمت داره که دو تا شهرک روبروی همه، دیزنی لند و دیزنی ادونچر. ما رفتیم این دوتا، دیزنی لند و دیزنی ادونچر. این تصاویری که شما الان داریم میبینیم مال داونتان دیزنی لنده. این مغازه ها، آدم ها اصلا برای من جذاب بودن. هر کی که میدیدی که یکی یه دونه از این تلایی که گوشای میکی ماوس رو سرش بود، بعد برای من جالب اینجا بود که چقدر کاپل بدون بچه بودن. یعنی آدمایی که برای ماحصل اومده بودن، مثلا پیرمرد پیرزن، سن بالا سن پایین، 7-8 تا مثلا تو دهه 20 با همدیگه دوست اومده بودن. خیلی برام جالب بود. رایدهای مختلف داشت که هر کدومشون هم بس میشد به یکی از کارتونا و اتفاقات توی دیزنی. یعنی ببین از لحظه که میرفتی تا لحظه که میمدی فقط میرفتی تو دنیای تخیلات بچگی. مثلا این رایده ما سوار یه قایق شدیم و تو آب رد میشدیم، بعد تک تک کاراکترهای قدیمی دیزنی رو به تصویر میکشید. اون پیتر پن بود الان رد شد، خیلی هم دوربینم تا پیم خوره. علتش اینه که آردی قایقم دور خودش میچرخید. خیلی باحال بود، خیلی جذاب بود رایداشون. واقعا برای یکی که مثلا کارتون دیزنی رو دیده اصلا یعنی یه دنیای عجیب و غریب و جذابی داشت. این مال علاءالدینه، می‌بینی؟ جالب‌ترین قسمتشون بود که از هر سوراخی از هر طرفی هم یه چیز جدید میمد که تو رو سورپرایز میکرد. این از همش جالب تر بود، خیلی مزه میداد. یعنی واقعا با تمام وجودت باید سعی میکردی اتفاقات دورورت رو جذب کنی و ببینی چه خبره. وای وای وای، جاهاش از همه بهتر بود. خونه میکی ماوس و مینی ماوس بود و تمام این دیتیل ها. من اصلا این جزئیات رو توی کارتون انقدر متوجه نشده بودم. سوار ترن گوفی شدیم، بعد تمام اون میکی ماوس قدیمی از خیلی قدیم اومد و با همون حرف زد و تمام سابقه رو توضیح داد تا به امروز. وای چقدر بازم میدم توی یخشارش چی داره؟ چیز اینجا سب کن رایا، سب کن رایا. چیز چقدر کیوته. خدایی کیکش رو ببین چجوری تربیه کردن که این باد کنه بیاد بالا و بشه کیک. یعنی این جزئیات منو کشته بود، کشته بود. انقدر به من خوش گذشت در تماشا کردن اینا که نگاه کن نگاه کن نگاه کن عزیزم کجم پف میکنه. آخه خیلی کیوته. Thank you.
من خود وکیلی یادم نمیاد خونه میکی ماوس این همه جزئیات داشته باشه، ولی میگفتن رو خود کارتونش درست کرده. وای اصلا تو صندلی ها رو ببین، آدم ها رو ببین، هر کی یه جا ولو شده، با نمک بودن. و این تلفن میکیه که زنگ میزنه، بعد این اتاق مطالعه شه، شومینه شه، بعد همه چی هم اینقدر زاویه داره. اینا زاویه دوربین من نیست. خیلی جالب بود، دلت میخواسته بری تو شنا کنی. یعنی من وقت داشتم این لاندری رومشه. عزیزم خدا شوفاژشو ببین. آخه وای همه چیزش معرکه. تور خونه میکی که تموم شد، یه سورپرایز داشتیم. آخر کار دیدیم خود آقای میکی اون پشت منتظر ماست و ما تونستیم با میکی ماوس عکس هم بندازیم. خیلی همه چیزشون با نمک بود، خیلی زیاد. برای من که کلی دوره خاطرات قشنگی بود. این قسمت رو با هوش مصنوعی کل اسپایدرمن رو دوباره سازی کرده بودن. اینجا اول بر ما توضیح دادن، بعد ما رفتیم سوار رایدش شد. ببین از هر جای این شهرک هم یه ماشینی چیزی میزد بیرون سورپرایزت میکرد. رایداشون هم خیلی باحال بود. البته من یه دویکی دوتا از خیلی ترسناکش و خداوکیلی سوار نشدم، ولی اینا باحال بودن. چیزی رو نمیفهمم حکمتشو. چرا هر بار خودم رو میگم سوار این رایدا میشم، به تشک میرسم میگم غلط کردم دیگه سوار نمیشم، میرم به بازی بعدی. اینجا که میرسم میگم غلط کردم دیگه این کار رو نمیکنم، ولی میرم راید بعدی رو میبینم دوباره سوار میشم. این حکمتش چیه خدا وکیلی؟ وای این مثل اینکه یه کارتون ایتالیایی بوده، یعنی بر مبنای داستان ایتالیایی بوده. این ماشینا رو با این موزیک ایتالیایی میرقصوندن، خیلی گوگولی بود. ببین اینجا داشتیم کباب میشدیم از گرما، نزدیک 40 درجه بود تو آفتاب، ولی وایستادیم تو صف رفتیم سوارش شدیم. اینم یه تصاویری از کارناوالشون. عصرا مثلا ساعت 4 و 5 عصر به بعد کارناوال شروع میشد. تمام کاراکترهای کارتونای خیلی معروفشون دونه دونه با حالت رقص و اینا میمدن و شروع میکردن تو رو مشغول کردن. خیلی باحال بود، خیلی باحال بود. من که دوست داشتم جمله بچه ها. وای کاراکترهای کارتون آپ رو ببین، آخه این پیر مرده رو ببین. تو بگو من ترسوام. این اون رایدی بود که من سوار نشدم. بابا دیوونه بود ماشینه، یه دفعه اومد چپه میشد، زیر و رو میشد، از زیر این سفیدا رد میشد و اصلا چیز ترسناکی بود. عوضش سوار این راید اینساید اوت شدم. اینی که داریم میبینی بسیار کودکانه و در آرامش. اگه کارتون پری دریایی دیده باشی
اینجا با این تصاویر کلی حال میکنی. من که رفتم تو بچگی اینقدر بهم خوش گذشت اینجا که حد نداشت. Under the sea. کل داستان فیلمو تو این راید بهمون نشون داد، یعنی از تو این رودخونه که رد شدیم نشون داد که این دوتا عاشق شدن، بعد اون قول زشته اومد جلوشونو گرفت، بعد دوباره فارغ شدن و دوباره دیگه از پری دریایی در اومده و شد آدم و خلاصه ازدواج کردن و خیلی باحال بود. یعنی فیلمو ندیده بودی همین قصه رو دنبال می‌کردی تو این قاره، همه چیزا رو می‌فهمیدی. این قول زشته است بعد جنسه، اونایی که دیدن یادشونه، یه گوی بزرگم جلوش داشت و خیلی بد جنس بود، خرچنگم باحال بود. خلاصه این قصه بر من جذاب بود اینجا. اینجا دیگه به وصال هم رسیدن و پری دریایی مو قرمز تبدیل به یک دختر جوان شد که با این پرنسه ازدواج کرد. Happily ever after. از این دیزنی لند و دیزنی ادونچر که میمدی بیرون، فضای مشترک وسطشون داونتاون دیزنی اون بیرون بود تازه، که دیگه آبشار، مغازه، هر شب آتیش بازی، دیگه فروشگاه بود که دیگه از شیره جون تا هر چیز مربوط به دیزنی رو میفروختن. یعنی ببین آدم ها بدون این که تیکت اون شهرک ها رو بخرن میتونستن بیان اینجا ساعت ها را برن و سلاما خرید کنن تو فروشگاه ها و رستوران هاشون، بشینن استفاده کنن و برن. خیلی باحال بود.